به نام خدا، محمد عظیمی هستم. در این مجموعه آموزشی قصد دارم تا نحوه برنامه‌نویسی مالتی پلتفرم اپلیکیشن رو بهتون آموزش بدم به زبان سی شارپ. دوستان، دات نت مالتی پلتفرم اپلیکیشن تکنولوژی هستش که از دات نت 6 به زبان سی شارپ اضافه شده و میتونید از با زبان سی شارپ و XML اپلیکیشن های چند پلتفرمی بنویسید. به این معنی که شما یک بار یک سلوشن رو ایجاد میکنید و یک بار کد و دیزاینتون رو انجام میدید، ولی در نهایت شما خروجی برای 4 دستگاه مختلف رو میتونید داشته باشید که از قبیل سیستم عامل iOS، اندروید، macOS و ویندوز هستش. خودی میتونه برای کارهایی که پروژه‌ای که شما میگیرید که مشتری از شما ساپورت حداقل مثلا به عنوان مثال موبایل iOS و اندروید رو میخواد، یا از اون سمتیه که برای کنترل پنل خودش هم ادمینش یه اپلیکیشن روی دسکتاپ یا macOS خودش بخواد داشته باشه، ولی ارتباط خودش رو از طریق این دوتا دیوایس یعنی iOS و اندروید بخواد با مشتریاش یا یوزراش انجام بده، میتونید یک بار کد بزنید و مثل قبل نیاز نداره که شما نیرو و وقت زیادی رو یا هزینه خیلی هنگفتی رو پرداخت بکنید که به عنوان مثال حتما باید توی شرکت یا اون سازمان خودتون یک نفری که حتما سویفت خونده و متخصص iOS هستش اون رو استخدام کنید، یا کسی که به عنوان مثال جاوا بلد هست. حالا جاوا رو قبلا میتونستیم با زامرین هم توی سی شارپ بنویسیم، ولی خب iOS هم همینطور. ولی خب اینجا خوبیتش اینه که شما نسخه های macOS و ویندوز رو هم میتونید در نهایت داشته باشید. نکته که باید بهش توجه کنید اینه که اگر شما روی ویندوز از movi.net بخواد استفاده بکنید، شما این سه تا گزینه رو دارید، یعنی iOS، اندروید و ویندوز رو دارید. اگر دستگاه شما مک باشه، مک او اس باشه، iOS، اندروید و مک رو دارید. به این معنی که شما فقط روی iOS خروجی ویندوز رو ندارید، ولی اگر دستگاهتون ویندوز باشه، دیوایستون ویندوز باشه، شما مک رو هم دارید، ولی فقط میتونید با ماشین مجازی یا اینکه ریموت کنید روی مک او اس‌تون برای تست برنامه‌تون استفاده کنید. ولی متاسفانه روی مک او اس همچین امکانی نیست و نمیتونید ویندوز رو روی مک او اس تست کنید. خب برای اینکه بیشتر با این آشنا بشیم و اینکه چطور کار میکنه، یه نکته خیلی جالبی هم که هستش اینه که پلاشر هم میتونید تو این معاوی استفاده بکنید. فلاشر رو که اگه دوستان کار وب انجام داده باشن، قبلا در ASP.NET Core فلاشر به شما اپلیکیشن این امکان رو میداد تا اپلیکیشن های تحت وب با گرافیک خیلی بالا و کاربردی ایجاد بکنید، که الان میتونیم همین رو برای نسخه موبایل و دسکتاپ هم استفاده بکنیم. خب اگر اطلاعات بیشتری میخواین که 100% نیاز دارید در مورد برنامه‌نویسی مالتی پلتفرم، به وبسایت رسمی خود مایکروسافت برید. در قسمت داکیومنتیشن در این قسمت میبینید که دات نت مالتی پلتفرم اپلیکیشن یو آی دات نت موافی اینجا برای شما هستش. یک سری توضیحات مختصر و جزئی رو اینجا برای ما داده، اینکه بیس یو آیش با XML طراحی میشه، گرافیک ها رو اومده یکم توضیح داده، نیم اسپیس ها رو و موارد دیگه که چه سیستم عامل هایی ساپورت میکنن و برای ران کردنشون به چه چیزهایی نیاز داریم روی سیستممون، اینا رو توضیح داده. در مورد تولکیت ها و کامپوننت ها توضیح داده که میتونید از اینجا استفاده بکنید. نکته دیگه هم که باید بهش توجه بکنید اینه که موابی
از ویژوال استودیو 2022 قابل دسترس هستش و دات نت 6. یعنی اگه شما میخواید معاوی رو روی سیستم خودتون روی ویژوال استودیوتون داشته باشید، چه ویژوال استودیو برای ویندوز و ویژوال استودیو برای مک، حتما باید نسخه 2022 ویژوال استودیو رو دانلود کنید تا بتونید از این تکنولوژی استفاده بکنید. خب من برای شروع ابتدا میام توی ویژوال استودیوم رو باز میکنم، یک سری توضیحات دیگه هستش که در مورد خود چگونگی ایجاد یک پروژه معاوی هستش و بقیه تنظیمات که گام به گام تو طول این ویدیو بهتون توضیح میدم. خب ابتدا باز میکنم. نرم افزار ویژوال استودیو خودم رو نیو پروژکت میکنم و در قسمت مالتی پلتفرم کلیک میکنم و دات نت مووی اپلیکیشن رو انتخاب میکنم. دوستان ببینید، همینطور که بهتون گفتم این بیس اولیش که دات نت مووی اپلیکیشن هستش، نرمال تمپلتش هستش که میتونیم انتخاب بکنیم و دومی از جنس پلاش رو اپ هستش که همون تکنولوژی که برای وب بهتون گفتم توی دات نت کور بود، میتونید اون رو انتخاب بکنید. و پایین هم که بلانک اپ داریم و فلای اوت و تپت که قبلا اینا رو توی سامبرین بهتون گفتم که به شما چه امکاناتی رو میده. خب اینا اگه بخواید استفاده بکنید، بعدش میره صفحات شل و داستان خودش رو داره. من بلانک هم نمیخوام وردارم، مستقیم میرم خود دات نت مووی اپلیکیشن رو انتخاب میکنم. کانتینیو دات نتتون رو تارگتش اینجا از شما میپرسه، من میذارم روی دات نت 7 آخرین ورژنش. کانتینیو میکنم. از شما یک نام برای پروژهتون میخواد، My Test App اسمش رو میگذارم. سولوشن نیمتون رو انتخاب میکنید که من اسم همون پروژکت نیم رو میذارم روی سولوشن نیم. لوکیشن محل ساخت پروژهتون رو از شما میخواد که اونم به صورت دیفالت میذارم تا خودش هر جایی رو که میخواد انتخاب بکنه. کرییت رو میزنم. برای دوستانی که از سیستم عامل ویندوز استفاده میکنم، من مشابه همین آموزش رو به ویندوز هم براتون گذاشتم. میتونید توی پیجم از طریق از پلیلیست مووی دات نت کور رو میتونید از قسمت فور ویندوز از اونجا نگاه بکنید. خب مشابهت های زیاد خاصی نداره، فقط ویژوال استودیو هستش که منوش متفاوت هست و ممکنه یکم برای شما تغییراتی داشته باشه که به کم سردرگم بشید، ولی خب بیس کارمون تغییری نمیکنه. من از قسمت تولز فونت فونتام رو یکم تغییر میدم. تا بتونیم بهتر کد ها رو ببینیم. خب اوکی میکنم، کافیه. خب دوستان ابتدا یک توضیحات جزئی از خود سلوشنمون بهتون بدم. در سمت چپ برعکس ویندوز ما تول باکس رو داریم که کامپوننت های ما اینجا هستن، قرار گرفتن که میتونیم ازشون توی پروژه‌مون استفاده بکنیم. کتاب ریپوزیتوری رو داریم
پراپرتی ها رو داریم و داکیومنتیشن. در سمت چپ ویژوال استودیو ابتدا نیم اسپیس خودمون رو داریم، پروژه نامه خودمون رو و کانتنت سرویس، دیپنسز، پلتفرم، پراپرتیز و ریسورس رو. از ریسورس شروع می کنم. ریسورس رو که باز بکنید، اپ آیکون رو دارید، فونت ها، ایمیج ها، روز ها، سپلاش و استایل. نکته خیلی جالبی که در دات نت مواوی هستش این هست که شما میتونید به علاوه اینکه یوزر اینترفیس خودتون رو با XML تعریف میکنید، میتونید برای زیباتر کردنش از فایل های CSS هم استفاده بکنید که این خودش یک نوآوری بزرگ هستش در برنامه‌نویسی دسکتاپ، چون ما میتونیم خروجی دسکتاپ هم داشته باشیم، حتی خروجی برای macOS خودمون هم داشته باشیم و فقط مختص دیوایس های موبایلی نیستن. خب این میتونه خیلی اپلیکیشن های زیباتر و بهتر و پویاتری رو به ما بدن که بتونیم ارتباط قشنگتری با یوزر داشته باشیم. این هستش که در طول آموزش اینم بهتون توضیح میدم، ولی در کل خودش دوتا توی استایل دوتا فایل هستش که پسوند جفتشون هم XML هست، یکی colors XML و یکی styles XML که وظیفه تمام کامپوننت هایی که شما استفاده میکنید، به عنوان مثلا اگه شما تم مشکی رو بردارید، تمام خاصیت هایی که برای تم مشکی در نظر گرفته شده قبلا اینجا در استایل در colors و styles تعریف شده. یا اگر سفید بگیرید وقتی چنج میکنید، تمام خاصیت ها برای اون تم مشکی سفید باز دوباره اینجا تعریف شده یک بار، یعنی به صورت دیفالت اینجا هستش. در پوشه اسپلش فایلی داریم که برای اسپلش اپلیکیشن هم هستش که زمانی که برنامه برای اولین بار یا هر سری که ران تایم ران میشه چه صفحه یا پیغامی رو به کاربر نشون بده. نکته جالب دیگه ای که هستش در این تکنولوژی، شما میتونید از فایل های گرافیکی SVG هم استفاده بکنید که این هم به نوبه خودش خیلی میتونه پروژه‌مون رو زیباتر بکنه و اسپلش هم که میبینید پسوندش SVG هست. روز ها رو داریم، about asset.txt هست و image. پوشه image دوستان در اصل همون ریسورس ما هستش که هر عکسی رو که بخوایم در طول پروژمون ازش استفاده بکنیم میتونیم اون عکس رو اینجا اد بکنیم، میتونیم عکس رو اینجا اد بکنیم و فقط با سورس فراخونیش بکنیم و ازش استفاده بکنیم. فونت ها هم که اگر فونت خاصی مد نظرتون هست که میخواید توی پروژهتون استفاده بکنید، میتونید فونتتون اینجا اد بکنید و از طریق فونت فامیلی فراخونیش بکنید و استفاده بکنید. اپ آیکون هم که آیکونایی هستش که برای اپلیکیشنتون در نظر میگیرید، هم برای اینستال کردنش و هم اپلیکیشنی که به صورت دیفالت باید روی دسکتاپ و یا روی صفحه نمایش موبایلتون به کاربر نمایش داده بشه. اگر دوستان مجموع آموزشی زامرین فرم من رو نگاه کرده باشن، قبلا اونجا توضیح دادم ولی یک بار دیگه اینجا هم توضیح میدم، چون معاوی هم دقیقه مشابه زامرین هستش، به این صورت که شما به ازای هر پیجی که در نیم اسپیس خودتون اضافه میکنید و استفاده میکنید، شما دو فایل مجزا دارید. یکیش فایل به عنوان مثال روی مین پیج مثال براتون میزنم، یکیش به عنوان مثال برای مین پیج که پیج اصلی من هستش، پیجی هستش که در ابتدا رام میشه برای من، اینجا من فعلا پیجی اضافه نکردم و تمام دیفالت هستش به صورت تمپلت. مین پیج من میبینید که اولی .xml هستش که همین پیجی هستش که اینجا باز هست و میبینیم که وظیفه این پیج این هستش که ما میتونیم اون یوزر اینترفیس خودمون رو اینجا طراحی بکنیم. مشابه همون باز دوباره مین پیج xml.cs رو داریم دوستان. cs رو داریم که این پیج هستش. حالا cs و xml
چطور با هم هماهنگ کار بکنم؟ به این صورت هستش که دوستان، شما وقتی یک فایل، یک پیج گرافیکی خودتون رو تکمیل میکنید، خب باید برای تمام اون کنترل هایی که تعریف کردید توی پیجتون، هم از تکس باکس، باتون، کامو باکس، چکس باکس یا هر چیز دیگه، یا یک دیتا رو میخواید دیسپلی بکنید، شما نیاز دارید تا اون کدتون رو هندل بکنید. این هندل کردن و فراخونی یا دستور دادن به اون کامپوننت هاتون از طریق CS هستش، XML CS هستش که اینجا فراخونه میشه. اینکه چطور بتونیم یک کنترل رو نامگذاری بکنیم که بتونیم در CS بهش دسترسی داشته باشیم، رم بهتون با یک مثال خیلی ساده تو همین ویدیو آموزشی توضیح خواهم داد. خب، ابتدا برای نیم اسپیس هاتون دوستان، من یه توضیح دیگه هم برای نیم اسپیس هم بدم. شما یک سری نیم اسپیس، هر نیم اسپیسی که نیاز دارید در پروژهتون میتونید از بالا اضافه بکنید به سولوشنتون، ببخشید به نیم اسپیستون، و مشابه همون در XML هم در بالا این قسمت در کانتنت پیج تا اینجا، اینها در حقیقت همون نیم اسپیس ها هستن که ما بهشون نیاز داریم و باید اینجا فراخونی بشن. دقیقا این دوتا پیج، یعنی مین پیج XML و مین پیج XML.CS، مشابه همدیگه هستن، با این تفاوت که این با تعریف XML هستش و این کد ما که برای هندل کردن پروژمون هست با C#. خب، اولین پروژه خودم رو میخوام شروع بکنم. ابتدا قبل از هر کاری باز میکنم مرورگر خودم رو. وبسایت cryptofont.com دوستان یک سایتی هستش که به شما تو خیلی در اصل که باید این سایت رو توش اشتراک داشته باشید، ولی خب خیلی فونت های زیبا و قشنگی داره که به صورت فری هم میتونید دانلود بکنید و با پسوند SVG هم هستش. میایم اینجا و یک فونت رو به عنوان مثال، من اینجا یک آیکون رو انتخاب میکنم. حالا این آر رو به عنوان مثال برمیدارم، دانلود SVG، و بعد از اینکه دانلود رو برای من انجام داد، باز میکنم مرورگر خودم رو و از قسمت دانلود در پوشه ایمیج این رو کپی میکنم. موو. خب دیگه به این کاری ندارم، میبندم. خب دوستان، همینطور که میبینید فایل PNG خودم رو اضافه کردم و از یک لیبل تکس استفاده کردم با ولیوی محمد عظیمی، فونتش رو برای 32 قرار دادم، موقعیتش رو سنتر. یک لیبل دیگه انتخاب کردم، Welcome to .NET Mavi Platform Application UI، و این رو هم بر ری سنتر و فونتش رو 18 قرار دادم. از دو تا انتری استفاده کردم برای تعریف تکست باکس خودم، همینطوری که بهتون گفتم دوستان، برای نامگذاری پراپرتی ها در قسمت XML تون میتونید از x دو نقطه name property name اون عبارت رو که میخواید تک کنید که بتونید در CS پیداش بکنید رو اینجا میزنید، که من برای name tb name و plagiarize your name، font sizeش رو medium، و برای family هم tb name که text box name رو برای من نامگذاری میکنه که میتونم پیداش بکنم، و plagiarize your
فامیلی نیم هم فونت سایزش برای میدیوم هست. در قسمت بعد یک باتون تعریف کردم، تکست your full name اسم باتون خودم رو گذاشتم در مرکز صفحه نمایش داده باشه و بکگراند کالرش هم دیپ سکای بلو باشه. اینجا ایونتش رو فراخونی کردم، کلیکتش رو ایونت کلیکتش رو و باتوم اندر رنگ کلیکت. الان اگر به میج سی اس خودم برگردم میبینی که در اینجا ایونت باتوم فراخونی شده از یک استرینگ name برابر با tb name، property textش و string family برابر با tb family برابر با textش. این tb family و name همین tb هستش که با x اینجا نامگذاریش کردم دوستان و اینجا برای من قابل دسترس هست در سی. از متد display alert برای نمایش پیغام خودم به کاربر استفاده کردم. متد دیسپلی آلارت دوستان از شما سه آرگومان ورودی میگیره، تایتل، مسیج و اون اوکی یا کنسل یا هر چیز دیگه که میخواید میتونید در نظر بگیرید. که من اینجا تایتل رو ویلکام قرار دادم، ویلگول و یور فول نیم ایز، یک خط فاصله به اضافه نیم و باز یک فاصله به اضافه فامیلی و در نهایت باتون اوکی. خب را میکنیم پروژمون رو بر روی ابتدا iOS آیفون 14 رو در نظر میگیرم، رام میکنم من ویژوال استودیو اینجا مینیمایزش میکنم. پروژمون بیلد میشه، ساب میکنیم تا کارهای پکیجینگ و پابلیشش بر روی امیلیتور انجام بشه. امیلیتور هم فراخونی شد، در حال لود شدن هست. خب دوستان میبینید که به زیبایی هرچه تمامتر برای ما نمایش داد. در ابتدا اگر اینجا سی اس برگردم که بهتر میتونیم توضیح بدیم که چی هستن اینا، میبینید که در اینجا ابتدا ایمیج رو دارم که ایمیج خودم رو تعریف کردم. ایمیج سورسش همونی بود که از وب دانلود کردیم، این رو با پسوند SVG و یه تکس باکس داشتم، لیبل داشتم، ازت میخوام که اسم خودم رو برمیگردون و یک لیبل دیگه که با فونت 18 بود Welcome to Xamarin Mavi Platform و دو تا تکس باکسی که تعریف کردم پلاشراش رو میبینید اینجا دوستان که Your Name و Your Family Name رو از من میخواد. به عنوان مثال اگر اینجا عبارت محمد عظیمی رو وارد بکنم، و بر روی باتون Your Full Name کلیک بکنم، اینجا دقیقا Display Alert برای من فراخونی میشه که تایتلش Welcome بود و Your Full Name is محمد عظیمی برای من نمایش داده شد. خب میبینیم که اینجا اپلیکیشن ما به صورت کاملا زیبا بر روی iOS 16.4 که آخرین ورژن iOS هستش اجرا شد. میریم تا همین پروژه رو بر روی سیستم عامل اندروید هم اجرا کنیم. دوستان امیلیتور ها رو من از قبل روی سیستم خودم نصب کردم. اگر برای نصب امیلیتورها به مشکل برخوردید میتونید زیر همین ویدیو برام کامنت بذارید تا بهتون کمک کنم. میریم برای
آپلود کردن خودم روی امیلیتور اندروید تا ببینیم خروجیش بر روی دستگاه اندروید چطور هست. خب دوستان، این آموزش یک آموزش کاملا مبتدی و یک مثال هست از اینکه بیس کار با دات نت مواوی رو بفهمیم. خب شما میتونید پروژهاتون رو خیلی بزرگتر و وسیعتر بگیرید و به صورت حرفه‌ای‌تر پروژهاتون رو، اپلیکیشناتون رو پیاده سازی بکنید. این فقط یک آموزش جزئی و ساده برای آشنایی با این تکنولوژی هستش که برای شما آماده کردم. اگر علاقه من بودید و دوست داشتید که بیشتر راجعش بدونید، براتون ویدیوهای بیشتری میذارم. خب اندروید امیلیتورم اومد بالا، ساب میکنیم تا اپلیکیشنمون رو ویژوال استودیو پکیجینگ کنه و روی امیلیتور نصب بکنه و به صورت اتومات برای ما اجرا کنه. خب ویژوال استودیو مجددا کار دیباگینگ رو انجام میده، دیپلوی میکنه تو دیوایس پروژه رو. متاسفانه پروژه هایی که روی سیستم عامل اندروید اجرا میشن برای اولین بار یکم زمان بیشتری نسبت به سیستم عامل iOS در بر میگیرن و این هم فقط برای اولین بار هستش. یعنی اگه شما یک پروژه، یک سلوشن جدید ایجاد میکنید، برای اولین بار میخواید یک ریزالت بگیرید، میتونی زمان میبره. در غیر این صورت نه، هرچند که شما میتونید پروژه هاتون رو از طریق کابل USB به صورت لایف روی دستگاه خودتونم، موبایل خودتونم ران بکنید، که اون رو هم اگه دوست داشتید در یک ویدیو جداگونه بهتون آموزش میدم. این هم برای iOS و هم برای اندروید قابل دسترس هستش که بتونید به صورت لایف روی دستگاه موبایل خودتون اپلیکیشناتون رو تست بکنید. در این پایین فایند دیوایس رو برای من نمایش داد با این هم ورژن اندروید اپلیکیشنمون رو میبینید دوستان. من مجدداً یک نام وارد میکنم به عنوان مثال سلیم کریمی و برای your full name کلیک میکنم. میبینید که your full name is سلیم کریمی. دیسپلی آلارت اینجا در اندروید برای ما متفاوتتر هستش نسبت به iOS. خب این کلن طبیعی هست که این دو تا سیستم عامل با هم باید تفاوت هایی داشته باشم. من این رو استوب می کنم و پروژه خودم رو بر روی مک خودم، مک او اس خودم رام می کنم. ببینید که در مک او اس به چه شکلی هستش. رام می کنم، امیلیتور خودم رو مینیمایز می کنم. همونطور که بهتون گفتم در مک او اس میتونید برای سه پلتفرم مک او اس، iOS و اندروید
خروجی داشته باشید، ولی ویندوز رو نمیتونید اینجا خروجی بگیرید، ولی در ویندوز میتونید برای هر چهارتا رو خروجی بگیرید که مک او اس و آی او اس رو از طریق ریموت به دستگاه آی او اس تون میتونید روی ویندوز خروجی داشته باشید. دوستان میبینید که این هم اپلیکیشن، اولین اپلیکیشن مک او اس مون به زبان سی شارپ و ایکس ام ال هستش که نسخه مک او اسش اینجا داریم. تمش دوستان برابر با تم دستگاه هستش، یعنی اگه من تم رو به تم لایت برگردونم، اپلیکیشن من هم به صورت اتومات لایت میشه و این هم آیکون اپلیکیشن هم هستش که این پایین برای من نمایش داده، مای تست اپ هست و با آیکون دیفالت دات نت. میریم تا اینجا هم یک مقداری رو وارد بکنیم، ببینیم دیسپلی آلارت در مک او اس به این صورت هستش. خب دوستان ما اینجا الان عموما هر سه تا دستگاه رو داریم، من برنامه رو هر سه تا دستگاه رام میکنم و این هم نسخه آی او اسش بود. یک لحظه من این دوتا رو اینجا فراخونی بکنم، اندروید هم که اونجا هست و برنامه اندروید مای تست این رو هم رام میکنم. یک مقدار ورودی به این هم مجددا میدم. سلیم کریمی مجددا و دیسپلی را روی این آی او اس خودم اینجا جواد عظیمی و your full name. خب دوستان میبینید که چقدر زیبا با یک خط کد، با یک بار وقت گذاشتن برای سه دیوایس مختلف ما اپلیکیشن خودمون رو پیاده سازی کردیم. اینجا نسخه اندروید رو دارم، اینجا نسخه مک او اس رو برای لپتاپ و دسکتاپ، دستگاه پی سی که نمیشه گفت، کامپیوترهای میزی مک و اینجا هم برای آی او اس، برای تمام موبایل های با سیستم عامل آی او اس اپل. میبینید که این دیسپلی آلارت من که وظیفه نمایش دادن این پیغام هستش هم روی هر سه دستگاه متفاوت هست. امیدوارم تو از این آموزش برای کافی برده باشید. تا آموزش دیگه شما را به خداوند بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.